فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبر و بر ماهواره نایل سد ائمه وارثان قرآن کریم والذي اوحينا إليك من الكتاب والمصدق لما بين يديه هو الحق و لما بین کتاب را که بر تو نازل کردیم قرآن را که بر تو حبیب نازل کردیم این قرآن حق از جانب پروردگار عالم تمام حقایق در آن بیان شده ثم 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 عرض کردیم از برای تراخی و از برای رساندن مدت رتبه بعدی بعد از شما این کتاب و این علوم نزد چه کسانیه؟ حبیب ثم اورثنا مای ما خداوند متعال مای ما پروردگار عالم ثم اورثنا ما به ارث رسانیدیم ما وارثان گردانیدیم الکتاب کتاب را کتاب را به ارث رسانیدیم به کی الذين اصطفینا من عبادنا آنانی را که از بندگان خود ما استفا کردیم یعنی به هر کس این لیاقت را نداره که وارث کتاب باشه وارث قرآن کریم باشه باطن قرآن ظاهر قرآن تمام قرآن را بعد از پیغمبر او دارا باشد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفي الذين من عبادنا بعد از شما این و این کتاب از خود وارث دارد این کتاب از خود صاحب دارد و کم که وارث این کتاب شدن به حکم ما به جعل ما به نسب ما به تعیین ما هاج شما ادعا نمودید که قرآن کریم از خود وارثانی دارد و هر کس نمیتواند باطن و ظاهر قرآن را درک کند و میخواهید بگویید که وارثان قرآن کریم فقط ائمه هستند و بدون تفسیر آنها کسی قرآن را نمیفهمد و به آیه 31 و 32 سوره فاتر استدلال نمودید لاقل آیه را تا آخر بخوانید تا برایتان بهتر هویدا گردد آیه چنین است قرآن به تو وحی کرده این حق و تصدیق کننده کتاب های پیشین است بیگمان الله به بندگانش آگاه و بیناست سپس آن دست از بندگانمان را که برگزیدیم وارث کتاب گردانیدیم برخی از آنان در حق خیش ستمگرند و برخی میان رو هستند و برخی نیز به حکم الله در انجام نیکی ها پیشتازند این همان فضل بزرگ است پس بفرمایید بگویید که آن برخی از ائمه که در حق خیش ستمگر بودند کدامشان بودند آخوندان رافضی بر این باورند که قرآن کریم معانی باطنی دارد و غیر از وارثان آن که ائمه هستند کسی دیگر آن را نمی داند حال اینکه کفار و مشرکین عرب معنای قرآن را درک کردند و با شنیدن آیات متأثر شدند و با تدبر به آن به اسلام روی آوردند و از خرافات و عقاید پدرانشان دست برداشتند و تحت فرامین آن با هم متحد شدند و امپراتوری های فارس و روم را در هم کوبیدند و هیچ یکی از آنها نگفتند که ما معانی این قرآن را درک نمی کنیم تا اینکه آخوندان رافضی آمدند و برای دور کردن مردم از قرآن گفتند معانی و مفاهیم قرآن را غیر از وارثان آن کسی دیگر نمیتواند درک کند الله متعال در وصف قرآن کریم می فرماید هذا بيان للناس وهدى للمتقين این قرآن بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران و میفرماید فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ما قرآن را با زبان تو آسان کرده این تا پند گیرند اما آخوندان میگویند فهم معانی قرآن غیر از ائمه برای کسی دیگر قابل درک نیست